عناوین خبری هفته. قهرمانی کانادا برای نخستین بار در فینال NBA. حذف کیسه و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در کانادا از سال 2021. سرویس حمل و نقل رایگان برای دانش آموزان در ویکتوریا. الزامی شدن نصب برچسب حذف مالیات کربن در پمپ بنزین‌های آنتاریو. برنامه جدید دولت برای افزایش تعداد مهاجران در نواحی غیر شهری. $400 جریمه برای سرعت غیر مجاز دوچرخه در کلگری. باطل شدن پرونده 16,000 متقاضی مهاجرت در کبک. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. وقت بخیر، ممنون میشیم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید. خبرها و مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با قهرمانی کانادا برای نخستین بار در فینال NBA. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، اولین پیروزی تاریخی تیم رپترز در فینال مسابقات NBA پس از 24 سال با استقبال بی‌نظیر هواداران این ورزش محبوب در سراسر کانادا همراه بوده است. با این حال، جشن و شادی این پیروزی هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد. قرار است فردا دوشنبه 17 ژوئن مراسم و رژه مخصوصی توسط طرفداران رپترز در تورنتو برگزار شود. این رژه قرار است از ساعت 10 صبح از مقابل پرنسس گیت در محوطه اگزیبیشن پلیس آغاز شود. به گفته مسئولین تورنتو، خیابان‌های منتهی به مسیر رژه از ساعت 9 صبح دوشنبه بسته خواهد شد. قرار است بازیکنان رپترز سوار بر یک اتوبوس 2 طبقه به سمت مرکز مراسم حرکت کنند. حذف کیسه و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در کانادا از سال 2021. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو در جریان سخنرانی روز دوشنبه در استان کبک اعلام کرد از سال 2021 استفاده از محصولات پلاستیکی یک بار مصرف در کانادا ممنوع خواهد شد. قرار است جزئیات بیشتر و دقیق تر از این محصولات پلاستیکی که مشمول این قانون خواهند شد به زودی اعلام شود. این طرح قرار است به دنبال برنامه اتحادیه اروپا که اعضایش را به حذف ظروف آشپزخانه پلاستیکی، نی و سایر محصولات پلاستیکی یک بار مصرف تشویق می‌کند، در کانادا نیز اجرا شود. همچنین از این پس و بر اساس این طرح، شرکت‌های تولید کننده و فروشنده این محصولات پلاستیکی خود موظف به بازیافت این محصولات خواهند بود. اما خبری که خواهیم شنید در ارتباط با دسترسی به سرویس حمل و نقل رایگان برای دانش آموزان در شهر ویکتوریا خواهد بود. به گزارش AMG و به نقل از CBC، دانش آموزان شهر ویکتوریا از این پس می توانند از آغاز پاییز امسال به طور رایگان به سیستم حمل و نقل عمومی این شهر دسترسی داشته باشند. این تصمیم توسط مدیریت سیستم حمل و نقل این شهر و در پی درخواست شهرداری از این سیستم از ماه سپتامبر همزمان با بازگشایی مدارس اجرا خواهد شد. قرار است از این پس شهرداری ویکتوریا سالانه مبلغ $850,000 برای اجرای این طرح که شامل دانش آموزان زیر 18 سال خواهد بود پرداخت کند. الزامی شدن نصب برچسب حذف مالیات کربن در پمپ بنزین‌های آنتاریو. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دولت استانی آنتاریو از همه پیمانکاران و صاحبان پمپ بنزین‌ها خواست از پایان تابستان امسال برچسب مخالفت با طرح مالیات کربن را به روی پمپ‌های بنزین نصب کنند. به موجب این دستور، پمپ بنزین‌ها موظفند این برچسب‌ها را به 2 زبان انگلیسی و فرانسه به صورت مستقیم، قابل دید و در مکانی قابل تشخیص مقابل دید رانندگان قرار دهند. جریمه عدم اجرای این طرح که تا تاریخ 9 جولای برای نقد و بررسی عموم و اصلاح در دسترس است، تا $10,000 در هر روز خواهد بود. با این وجود، اتاق بازرگانی آنتاریو اعلام کرده است که لازم الاجرا کردن چنین طرحهایی رویکردهای سیاسی داشته و می تواند در تضاد با آزادی و حقوق شهروندی قرار بگیرد. اما خبری بشنویم در ارتباط با برنامه جدید دولت برای افزایش تعداد مهاجران در نواحی غیر شهری. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، وزیر مهاجرت کانادا آقای احمد حسین اعلام کرد 11 کامیونیتی که دولت فدرال برای مهاجرت غیر شهری انتخاب کرده است
به زودی از حضور مهاجران و متقاضیان کار در کانادا برخوردار خواهند شد. این طرح آزمایشی به کارفرمایان مناطق غیر شهری و شمالی کانادا این اختیار را خواهد داد تا بتوانند به صورت مستقیم مهاجران را استخدام کنند. همچنان به مهاجران نیز این اختیار داده خواهد شد تا بتوانند یکی از این 11 کامیونیتی را به عنوان محل زندگی و کار دائمی خود انتخاب کنند. این طرح در پاسخ به نیاز اقتصادی این مناطق به نیروی متخصص جهت حفظ شرکت‌ها و کسب و کار معرفی شده است. $400 جریمه برای سرعت غیر مجاز دوچرخه در کلگری. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، از این پس دوچرخه سواران در کلگری برای سرعت غیر مجاز جریمه های سنگینی را پرداخت خواهند کرد. بر اساس تغییر قوانین شهری در کلگری، جریمه 20 کیلومتر بر ساعت سرعت غیر مجاز تا $400 خواهد رسید، در حالی که این جریمه پیشتر برای سرعت مشابه تنها $50 بوده است. این قانون جدید مورد اعتراض بسیاری از شهروندان کلگری قرار گرفته، چرا که به اعتقاد آنان از آنجا که سرعت غیر مجاز در دوچرخه سواری به اندازه خودروها در بزرگراه‌ها خطرآفرین نیست، این افزایش جریمه با نوع جرم منطبق نخواهد بود. و در پایان خبری داریم در ارتباط با باطل شدن پرونده 16,000 متقاضی مهاجرت در کبک. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، اعضای شورای ملی استان کبک امروز پس از 16 ساعت گفتگو قانونی را تصویب کردند که به دولت اجازه می‌دهد پرونده مهاجرتی 16,000 متقاضی مهاجرت به این استان را باطل کند. برخی از این افراد سالها در انتظار پذیرفته شدن تقاضایشان بودند. به موجب طرح معروف به بیل 9، متقاضیان مهاجرت به این استان باید از این پس آزمون مربوط به ارزش‌های استان کبک را بگذرانند تا بتوانند کارت اقامت دائم خود را دریافت کنند. این طرح با 62 موافق و 42 مخالف امروز یک شنبه 16 ژوئن تصویب شد. کسانی که به موجب این طرح درخواست مهاجرتشان باطل شده میتوانند دوباره در این سیستم جدید پرونده دیگری باز کنند. با احتساب تعداد اعضای خانواده متقاضیان، این قانون 50,000 نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. We also need to give services to the immigration, temporary immigrant, and that right now without the bill I cannot do that. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. وقت بخیر. خدا نگهدار.